سلام خدمت شما عربی آموزان عزیز، چطورید؟ حالتون چطوره؟ حال دلتون امیدوارم که عالی باشه و همیشه سالم و تندرست باشید. با یک درس جذاب عربی دیگه در خدمت شما هستیم. اگه منو نمیشناسی، ابوذر صادقی هستم، در زبان عربی و زبان فارسی برای غیر ناطقین به این زبانها. دوست عزیز، توی این درس قراره باهاتون جملاتی رو کار کنیم که میتونی به جای اینکه بگی ممنون دستت داشت، به جای شکرن. دیدی تو عربی هر جا مثلا طرف تازه عربی یاد میگیره، هر کار میکنه میگه شکرن شکرن شکرن. حالا چه عباراتی میتونیم به جای این شکرن، یعنی ممنونم، استفاده کنیم تو زبان عربی؟ رفقای عزیز، اگه کانال آموزش زبان عربی ما رو سابسکرایب نداری، حتما سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندی. زنگوله کنارش هم بزن تا به محضی که ویدیو گذاشتیم برات نوتیفیکیشن ارسال بشه. خب رفقای عزیز، از این کلمه شروع میکنیم. میخواهید تو زبان عربی که خدا نگهت داره، خدا نگهدارت باشه، خدا نگهت داره، باید بگی الله خلیك، الله خلیك، یعنی خدا نگهت داره. عبارت دوم، خدا حفظت کنه. تو فارسی هم میگیم خدا حفظت کنه، خدا حفظت کنه. تو عربی الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، یعنی خدا حفظت کنه. بریم عبارت بعدی. میخوای بگی سلامت باشی، سالم باشی، انشاءالله سلامت باشی، کافیه بگی الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك. عبارت بعدی میخوای بگی که زحمتت دادیم، باعث زحمت شدیم، زحمتت دادیم، زحمتت دادیم، کافی بگی زحمناک، زحمناک، یعنی زحمتت دادیم، زحمناک، یعنی زحمتت دادیم. بریم عبارت بعدی. میخوای بگی خدا پدر مادرت رو بیامرزه. این تو عربی زیاد میگن، تو فارسی هم خودمونم زیاد میگیم خدا پدر مادرت رو بیامرزه. حالا تو عربی میخوای بگی خدا پدر مادرت رو بیامرزه، فقط کافیه بگی رحم الله والديك، رحم الله والديك، یعنی خدا پدر و مادرت رو بیامرزه. بریم عبارت بعدی. میخوای بگی خسته نباشی. اینو مثلا دیدی که وقتی میخوای مثلا توی تاکسی میخوای بشینی، به راننده میگی خسته نباشی آقا، تا فلان جا چند میری؟ یا مثلا میری مغازه، به مغازه‌دار میگی خسته نباشی. این تو عربی هم هست. عربا هم وقتی مثلا میخوان برن جایی به یکی میگن خسته نباشی، میگن الله يساعدك، الله يساعدك، الله يساعدك، یعنی خسته نباشی. اینو حفظش کنی، خیلی کاربردی. این و رحم الله والديك، الله يسلمك، الله يحفظك، اینا زیاد کاربردیه. الله يساعدك یعنی خسته نباشی. بریم عبارت بعدی. میخوای بگی که خدا قوت. اینو کویتی ها زیاد میگن، یعنی قواك الله، قواك الله، قواك الله. اینو کویتی ها زیاد میگن، اینو عراقی ها خلیجی ها میگن. قواك الله یعنی خدا قوت. میخوای بگی باعث زحمت شد، باعث زحمتت شد، کافیه بگی صارت زحمه عليك، صارت زحمه عليك، یعنی باعث زحمت شد. یا میخوای بگی که دست درد نکنه. اینا تو فارسی زیاد استفاده میکنیم، حالا تو عربی چی میگن؟ به جای که بگن دست درد نکنه، نمیگن لا وجع فی ایدك، نه اینجور چیزا نمیگن، میگن عاش دیدک، یعنی زنده با دستت، عاش دیدک یعنی زنده با دستت، که تو معادلش میشه دست درد نکنه تو زبان فارسی. عاش دیدک یعنی دست درد نکنه. عبارت بعدی حیاک الله، حیاک الله یعنی زنده باشی. اینم زیاد استفاده میشه، زنده باشی یعنی حیاک الله، حیاک الله. خب این درس به پایان رسید، یک بار دیگه مرورش بکنیم و پرونده‌شو ببندیم. الله يخليك، خدا نگهت داره. الله يحفظك، خدا حفظت کنه. الله يسلمك، خود سلامت باشی. زحمناك، زحمتت دادیم. رحم الله والديك، خدا پدر مادرتو بیامرزه. الله يساعدك، خسته نباشی. قواك الله، خدا قوت. صارت زحمه عليك، باعث زحمتت شد. عاش دیدك، دست درد نکنه. و حیات الله یعنی زنده باشی. خب دوستان عزیز، این درس به پایان رسید. هر سوالی که داری یا اگر از این جمله ها بلدی توی کامنت ها بنویس تا با هم دیگه کار کنیم و اونایی هم که بلد نیستن یاد بگیرن. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون دارم. احبکم کوما کوما، یعنی
خیلی پررنگ و قوی دوستتون دارم. موفق و معید باشید. فیمان الله. مع السلامه.